حالتون چطوره؟ عالی. نه انرژیاتون پایینه. حالتون چطوره؟ عالی. نه انرژیاتون بالا. خوش. آقا من یه روز صبح زود از خواب پا شدم. ساعت رو نگاه کردم دیدم 2 بعد از ظهر. گفتم ای بابا امیر تا کی میخوای اینجوری زندگی کنی؟ تا کی میخوای تو این لجن زندگی کنی؟ یه ندایی از درون بهم گفت تا ابد. گفتم نه. دیگه وقتشه تغییر کنم. میخوام سبک زندگیمو عوض کنم. میخوام قوانین موفقیت رو یاد بگیرم. رفتم یه کتاب خریدم به اسم 100 قانون نانوشته موفقیت. من تا این کتاب زیاد به دردم نخورد. چون اولا که نوشته بود قانوناش نانوشته است ولی همه نوشته بود. دوباره نشه که من اگه میتونستم 100 تا قانون رعایت کنم بعضی این نبود. من احتیاج به یه دونه قانون داشتم که با همون سلوی زندگیمونو قرار بدم و موفق بشم. گفتم برم سراغ افراد کار درست و اصلح و موفق. رفتم پیش دایم. گفتم که دایی کمکم کن یه دونه قانون به این بگو اونو سر لوحه زندگیم قرار بدم و موفق بشم. گفت پیش خوب کسی اومدی. ببین امیر این دنیا فقط یه قانون داره. گفتم بگو به. گفت به هیچ کس رحم نکن. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین اینجا جنگله بخور تا خورده نشی. به جای اینکه به مردم ماهی بدی گفتم بهشون ماهیگیری یاد بدم. گفت نه با قلاب ماهیگیری بزن تو صورتشون. گفتم دایی چی داری میگی؟ گفت ببین تو باید با سیلی صورت مردمو سرخ نگهداری. گفتم دایی این زمان مسئله داری برعکس میگی. گفت ببین همیشه یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به مردم نه اون سوزنه رو به مردم بزن. گفتم دایی این زمان مسئله یه جور دیگه است. گفت ببین امیر تا تنور داغه مردم رو بنداز تو تنور. گفتم دایی خلاصه شو بهم بگو باید چه کنم. گفت خلاصش این که به هیچ کس رحم نکن. بعد با موش زد تو صورتم رفت. گفتم که این کارهای دایم به دردم نخورد برم سراغ یکی دیگه. رفتم سراغ یه فرد موفق‌تر عباس آقا سوپرمارکت سر کوچه. گفتم عباس آقا کمکم کن یه راه موفقیت به من بگو من اونو سر لوحه زندگیم قرار بدم و باهاش موفق بشم. گفت ببین این دنیا فقط یه قانون داره. گفتم چیه؟ گفت نسیه نده. گفتم این فقط تو شغل شما تاثیر داره. گفت من دیگه بقیه رو بلد نیستم. اینم به دردم نخورد. گفتم برم سراغ آخرین سنگر پدرم، کسی که همیشه یار و یاورم بوده، کسی که جواب همه سوالا رو میدونه. رفتم بهش گفتم پدر. گفت نمیدونم. گفتم تو میدونی سوال من چیه؟ گفت عباس آقا سوپرمارکت سر کوچه بهم زنگ زد، مثل اینکه دیوانه شدی دنبال راه موفقیت میگردی، افتادی تو کوچه و خیابون، میخوای آبرومون رو ببری. تو پدرت موفق بوده یا مادرت که میخوای موفق بشی؟ گفتم کمکم کن پدر، بهم بگو پیش کی برم. گفت برو پیش پدربزرگت توی روستا. رفتم اونجا گفتم آقا جون کمکم کن، یه قانون به من بگو که با اون موفق بشم. گفت خوش آمدی پسرم، میخواهم درسی به تو بدهم. خیش را بردار و زمین را شخ بزن. گفتم چرا اینجوری صحبت میکنی؟ چه کتابی صحبت میکنی؟ گفت خاموش باش، خیش را بردار و زمین را شخ بزن. خیش را برداشتم رفتم زمین را شخ زدم. 2 هفته طول کشید. برگشتم پیشش گفتم الان چیکار کنم؟ گفت این دانه ها را بگیر و در زمین بکار، به آنها آب بده تا رشد کنند و بعد برگرد. رفتم 6 ماه طول کشید تا اینا از زمین اومدن بیرون، زمین کاملا محصول داد. اومدم پیشش گفتم الان چیکار کنم؟ گفت برگرد تهران، دیگر به تو نیازی ندارم. گفتم قانون موفقیت پس چی شد؟ گفت ببین من اصلا سواد درستابی ندارم. بابات زنگ زد گفت مثل اینکه دیوانه شدی، میخوای آبروی کل فامیل رو ببری، داری دنبال موفقیت میگردی، من سرتو گرم کردم اینجا، برو تهران. اومدم تهران رفتم پرسجو کردم ببینم که کی قانون موفقیت رو بلده. رفتم یه نفر بهم گفتش که یه آقایی توی چین هست اون بلده. رفتم چین، کوهستان داشینگ آن لیان. رفتم بالا از کوهه یکم دیدم کچل اینجور اینجور نشسته. گفتم که استاد قانون موفقیت رو به من یاد بده. و اون قانون موفقیت رو من گفت همه چیشو، همه جزئیاتشو مو به مو برای من توضیح داد. منم چون چینی بلد نبودم اصلا نفهمیدم این چی میگه. همونو برگشتم تهران. اومدم تهران گفتم خب از افراد موفق کشور خودمون استفاده کنم ببینم که اینا چجوری موفق شدن. رفتم برم پیش آقای مهران مدیری. دیدم رامبد و جوانم اونجاست. رفتم دیدم دوتا نشستن. گفتم آقای مدیری کمکم کن یه جمله به من بگو. گفت تا حالا عاشق شدی؟ گفتم با بس دیگه تو همه تا حالا عاشق شدی؟ قفلی زدی روی این یه جمله، همین یه جمله رو فروردی. گفت خب به موزه دور همی چی میخوای بدی؟ گفتم من از تو میخوام پن بگیرم، تو میخوای یه چیزی من بگیری؟ گفتم آقای جما شما کمکم کن. گفت ما خیلی باحالیم. گفتم میدونم، میخوام ببینم چیکار کردی که اینقدر باحالی.
گفتش که نمیتونم بهت بگم، من میخوام 1000 برنامه دیگه بسازم، فرمولامو به تو لو بدم، دیگه نمیتونم خودم برنامه بسازم. از پیش اینا اومدم رفتم پیش خانم مهتاب کرامتی. برای موفقیت نرفتم ماشین یه سلفی گرفتم برگشتم. گفتم برم پیش یه نفر دیگه، رفتم پیش هادی سایی. رفتم اونجا گفتم آقای سایی یه چیزی به من یاد بده، با لغت زد تو صورتم. گفتم نه در زمینه تکواندو نه، در زمینه زندگی یه چیزی به من یاد بده. گفتش که چی میخوای؟ گفتم یه قانون میخوام برای موفقیت. گفت من بلدم. گفتم جدی داری میگی؟ گفت من قانون موفقیت رو میدونم امیر جان. گفتم بهم بگو هادی. گفت یه بار دیگه منو با اسم کوچیک صدا کنی دوباره با لغت بزن تو صورت. نشستیم گفت امیر تمام دنیا فکر میکنن که قوانین موفقیت زیاده، ولی منم مثل تو فکر میکنم که قانون موفقیت فقط یه دونه است. میخوام اون قانون بهت بگم. گفتم بگو. گفت اون قانون قانون نیست جز قانون پروفسور سمی. گفتم یعنی چی چه قانونیه؟ گفت ببین تو هر موقعیتی قرار گرفتی، ببین پروفسور سمی اگه جای تو بود چیکار میکرد تو اون موقعیت، همون کارو انجام بده و موفق میشی. دیدم راست میگه، همین قانون موفقیت، همین یک حادثه‌ای به من گفت. واقعا درست میگه. شما فرض کن توی ترافیک، اون لحظه که تو ترافیک نشستی دستتو گذاشتی رو بوق 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 بوق، کلتو از پنجره میاری بیرون تا کمر و داد میزنی بار دیگه سی روی. پروفسور سمی رو یه لحظه تو اون حالت تصور کن، اصلا این کارو نمیکنه دیگه، این کار اشتباهه. پروفسور سمی این کار نمیکنه. یا مثلا توی ترافیک پروفسور سمی عمرن نمیندازه پشت آمبولانس بره، چون اصلا پروفسور سمی با آمبولانس راه نمیده، چون خودش دکتره. میگه مشکل چیه؟ بگید خودم حلش میکنم. یا وقتی که میخوام پروفسور سمی رو جریمه کنن، نمیگه جناب سروان مریض دارم همشهریم تو رو خدا جریمم نکن. میگه جناب سروان پروفسور سمی یا مریض دارم تو رو خدا جریمم نکن. یا وقتی که یه بازیگر مریض میشه، پروفسور سمی نمیره باش عکس سلفی بگیره، میره عملش میکنه. حالا نمیگیم شما عملش کن، ولی اینقدر با بازیگرای مریض عکس سلفی نگیری، درست نیست. یه سری ها کلا دنبال دیده شدنن. پروفسور سمی اینجوری نیست. پروفسور سمی نمیره بدل مسی شه. البته این که شبیه مسی هم نیست بی تاثیر نیست، ولی خب کلا نمیره این کارو بکنه. یا فرضاً پروفسور مثلا تا حالا دیدید که روی یه دونه آثار باستانی مثلا تخت جمشید یادگاری نوشته باشن پروفسور سمی دکتر حسابی و استاد باقرزاده 19 ماه خدمت؟ این کارو نمیکنن دیگه. شما هم این کار اصلا یعنی چی رو دیوار آثار باستانی یادگاری مثلا فکر میکنید الان برگی از تاریخ شدید شما این کارو انجام میدید؟ این یعنی چی واقعا؟ پروفسور سمی نمیره توی مترو خودشو جا کنه اینجوری از لای مردم با یه ساک بیاد بعد داد بزنه به یه آقایون توجه کنید یه دونه عمل مغز فقط 1000، چون احتیاجی به این کار نداره، وضع مالیش خوبه. در پایان خواهش میکنم که برای پروفسور سمی کانال فیک نزنید. یه دونه من زدم همونو حمایت کنید بیاد بالا. این کانال رو من زدم، توش مطالبی که میخوام به خانوادم بگم و از زبان پروفسور سمی میگم. پیروز توش نوشتم که خورش کرفس باعث مرگ مغزی میشود. پروفسور سمی کنفرانس دوسلدورف. یا مثلا می‌نویسم که سوپ غذا نیست مادر من. پروفسور سمی. در پایان میخوام ازتون خواهش کنم که پروفسور سمی های درونتون رو آزاد کنید همتون و بذارید پروفسور سمی در مواقع حساس به جای شما تصمیم بگیره و موفق باشید. متشکرم. دمت گرم. بسیار عالی، خیلی عمیق و جدی و اجتماعی و خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. دمت گرم. ممنونم از امیرحسین قیاسی، خداحافظی میکنیم. متشکرم.